استراتژی و حالا رویه تابلوی اختیار میتونیم کارمزد اختیار معامله چقدر هست؟ کارمزد اختیار معامله هم الان دوستان چون سوال پرسیدن خیلی کارمزد پایینی داره، یعنی همه مواردی که داره مثلا رو جمع معاملاتش 2.0 مثلا قبل از صدام داره و 103 هم بحث خریدش هم فروشش، یه بحث کارمزد تسویه نقدی هم داریم که حالا 5.0 قبل از ممیز داره و هم برای تسویه فیزیکی هست هم برای تسویه نقدی. خب دیگه سوالات رو ببینیم. آقای کوروش گفتن که تفاوت اسک و بیت چیه؟ همون سرخط خرید فروشه. بله، ولی اگه مفهومتون تو اختیار ممنون میشم یه وقت بیشتر توضیح بدین که بتونم باز کنم، چون خیلی مبنای معاملات معمولا نیست. خب آقای قهرمانی گفتن که استاد در هر قرارداد که بسته میشه قرارداد طرف مقابل نامش چه هست؟ متوجه نشدم که نامش چه هست، ولی کلن پوزیشن زمانی باز می شود که یک شخصی بیاد روی یکی از قراردادها یک اقدامی رو انجام بده، مثلا بیاد عرض بزرگ شما یک نفر پوزیشن خرید رو درخواست کنه که بگیره، اینجا میره روی تابلو قرار میگیره. شخص دیگه هم قرار در واقع بیاد یک درخواست خرید دقیقاً روبروی همین نماد با همین سررسید بذاره و اینجا در سمت خرید انجام میشه. این حالت معاملات وقتی که این دو تا با هم دیگه مچ بشه معامله اونجا رخ میده. خب ممنونم. من دیگه یه خورده بریم برای که برنامه عقب نفتیم کار پیش ببریم، مجدد برمیگردیم اون سوالات. خب بحث بعدی که داریم اختیار معامله ها بود که اینها رو هم در جلسه گذشته گفتیم، فقط به صورت مرور از روش میگذریم. یه سری اختیار معاملات ما داریم ITM. من هر جا در صحبت هم از لغت ITM استفاده میکنم، منظورمون اختیار معاملاتی هست که در سود هستن که اومدیم با هم دیگه عرض بزرگ شما گفتیم منظورمون رو و الان هم دوباره بهتون نشون میدیم. اختیار معامله های بی تفاوت یا ATM که اونهایی هستن که حالا خیلی برامون تفاوتی ندارن، معمولا نزدیک به قیمت پایه هستن، و یک سری اختیار معامله هم داریم که اختیار معامله های OTM هستن. حالا این یعنی چی؟ من تصویرم رو با تون به اشتراک میذارم. اومدیم این سری هم گفتیم ما یه زسته هایی داریم 512، قیمت سهم عادی چقدره؟ 1087 ریاله. من اگه یه دونه از این اختیار داشته باشم، یعنی در سالیخ سررسید اجازه دارم که 512 تومن بیام برم این اختیار رو به ازای هر دونه نوادی که داره بخرم و 1087 تومن میتونم دارم تو بازار بفروشم. اگر من عرض به حضور شما 512 تومان بخرم و برم تو بازار بفروشم 1087 تومان، این یک اختیار اصطلاحا بهش میگیم در سود هست، اختیار در سوده. اما مثلا یک اختیار دیگری اگر داشته باشیم که تقریبا رو همین عدد باشه، ببینید الان مثلا 1012 و اینجا 1087، اما من تقریبا اگه اینو داشته باشم و بیام اعمال کنم، تقریبا این اصطلاحا برای من سوسو یا بی تفاوته، نه در سود این اختیار اگر امروز روز آخرش بود نه در زیان. پس این هم مفهوم ATM هست و یه اختیار در ضرر هم با هم دیگه چک کنیم دوستان. مثلا تصور بفرمین این اختیار، خب من طبیعتا اگر اختیار باشه که 1400 تومان بخرم و تو بازار 1000 تومان هم ازم در واقع حالا بخوان بردارن، طبیعتا یه اختیاری هست که اختیار در ضرر محسوب میشه برای من. پس این هم یک اختیار اوت آف د مانی یا اصطلاحا هم بهش میگیم OTM هستش. این هم پس مفهوم دیگری از عرض به حضور شما اختیار OTM هست. این هم از این مورد. و یه بحث دیگه هم ما داریم تحت عنوان مفهوم سر به سری، یعنی میگیم که منظورمون از سر به سری اگر صحبت بکنیم منظور چیه. خب الان بحثی که من دارم میگم خب اگر من بیام اینجا 512 تومن بخوام یک اختیاری رو بخرم، باید قاعدتا بیام چقدر عرض به حضور شما مبلغ پرداخت کنم؟ خب طبیعتا یه مبلغی هم اون پرمیوم باید بیام پرداخت کنم. پرمیوم همون عددی که روی تابلو ما داریم پرداخت میکنیم. اگر من کلکیتور رو باز کنم با هم دیگه چک کنیم، خب اینجا ببینید با هم دیگه میتونیم بررسی کنیم 512 تومن اینجا
قیمت سر تابلوی فروشنده حاضر شدن بفروشن چقدر بوده؟ 570 تومان. قاعدتا من باید اینم بیام اضافه کنم دیگه. چرا؟ چون به ازای هر دونه نمادش که من میخوام بفروشم، درسته 512 تومان اگر باشه میتونم کار رو پیش ببرم، اما بحث اصلی که دارم اینه که چقدر من اون رو خریدم که همون مبلغ 570 تومانه هست عملا. خب اینجا من بیام جمع کنم میشه 1082 تومان. این عددی که من اینجا دارم اصطلاحاً عدد تعادلی من هست، یا حالا اصطلاحاً بهش میگیم قیمت سر به سر. قیمت سر به سر رو هم پس از اینجا تشخیص میدیم که به چه شکل هستش. خب این رو هم پس با هم دیگه چک کردیم. سوالی اونه که اگر تا اینجا بود لطفاً بفرمید. خب برگردیم روی فایلمون سریع‌تر بتونیم کار رو پیش ببریم. پس با هم دیگه مفهوم اختیارهای در زیان، بی تفاوت، در سود رو متوجه شدیم. حتما لطف فرمایید که اگر سوالی بود بپرسید. جناب کوروش گفتن که ارزش گذاری اختیار با بلک شولز نیست، وزنی نداره. ببینید روی ما مفاهیمی که داریم، مثلا رو حالا بحث کلاس تابلو خوانی هم خدمتتون گفتیم، اونجا مواردی که داریم همه نسبت به بلک شولز اونجا میاد ارزش گذاری میشن. حالا انشالله توی جلسات پیشرفته یک جلسه بابت بلک شولز هم خواهیم گذاشت و خدمتتون کاملا توضیح میدیم. من برای دوستانی هم که عرض به حضور شما تازه در واقع حالا به جمعمون اضافه شدن خدمتتون توضیح بدم، بلک شولز یک مدل قیمت گذاری هست که یک سری موارد خاص روی اون تاثیر میذاره و عملا همونطور که جلسه گذشته هم گفتیم بلک شولز رو همون ما قیمت منصفانه در نظر میگیریم که حالا نسبت به یک سری از المان‌ها مثل تاریخ سررسید، مثل قیمت، ارزش ذاتی، ما مواردی از این دست قبیل هستن و میتونیم اونها رو اندازه گیری کنیم. به نکته بسیار خوبی آقای کوروش اشاره کردن، ولی عرض به حضور شما بحثی که ما رو پرمیوم ها داریم، خیر پرمیوم صرفا اگر منظورتون به پرمیوم بود صرفا طبق قیمت تعادل در واقع حالا عرضه و تقاضایی هست که رو سر تابلو بررسی میشه. آقای علیزاده گفتن معادل خرید اختیار خرید میشه فروش اختیار فروش. جسارتان آقای علیزاده معادل هم دیگه نمیشن، یه جورایی میشه گفتش که کاملا عکس همه. ما بالا توضیح دادیم که اصلا اختیار خرید یک قرار داده جدا هست که ما مثال برنج خدمتون توضیح دادیم، اختیار فروش کلا یک قرارداد جداگانی هست که متفاوت از این هست. حالا اگه منظورتون برای آفست کردن یا بستن پوزیشنه، شما زمانی که خرید اختیار خرید انجام میدید باید فروش اختیار خرید رو انجام بدید تا پوزیشنتون بسته بشه، یا مثلا اگر خرید یک اختیار فروش رو انجام میدید در مقابلش باید فروش اختیار فروش توی همون نماد و همون سررسید. حواستون باشه الان رو تابلو هم دیدید سررسیدهای بسیار زیادی وجود داره، ولی برای آفست کردن و بستن موقعیتی که شما دارید صرفا روی همون در واقع موقعیتی که شما قبلا باز کردید باید این اتفاق بیفته. اگر این کار رو انجام ندیم در بازار سهام میاد موقعیت جداگانه و فزاینده ای برای شما میگیره، این رو حتما مد نظر داشته باشید. آقای سیامک خیلی سوال خوبی پرسیدن، گفتن فروشندگان اختیار تمایلشون به تسویه نقدی است یا فیزیکی معمولا؟ آیا همیشه با توجه به تاریخ سررسید قراردادهای در سود رو انتخاب کنیم؟ خب ببینید دوستان، کلا به صورت کلی ما دو مدل افراد رو داریم که در سمت فروش قرار دارن. یک سری افراد حقوقی هستن و یک سری افرادی هستن که حالا به صورت حقیقی معاملات رو انجام میدن. ببینید خب طبیعتا شما اگه جای شرکت باشید و به پایان سررسید برسید و ببینید که خدای نکرده یک قراردادتون در زیان هست، برای شما راحت تر هست وقتی خود شرکت و عرضه کننده هستید، برای شما راحت تر هست که بیاید سهم رو عرضه کنید یا اصلا هم بیاید تسویه فیزیکی کنید یا بهتره بیاید براتون پول پرداخت کنید. طبیعیه که برای اشخاص حالا حقوقی که اون سهم رو در واقع سهم پایه رو دارن بهتر و منطقی تر هست که بیان تصویر فیزیکی رو ازش استقبال کنن. و عرض بزرگ شما برای حالا افرادی که اما در بازار حقیقی هستن معمولا حالا نقدی هم میتونه براشون جذاب تر باشه. و نکته که وجود داره این هستش که من اکیداً پیشنهاد میکنم اگر نخواستید در واقع حالا بحث نوسانگیری رو از روی پرمیوم انجام بدید، یا بالاخره هر اتفاقی افتاد که رسیدید به انتهای بازه معاملاتی و خواستید اعمال کنید، حتما 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 هم درخواست اعمال نقدی رو بزنید هم درخواست اعمال
فیزیکی رو بزنید. چرا؟ چون بسیار موارد پیش اومده شما درخواست اعمال نقدی رو نمیزنید و سیستم معاملات زمانی که بیاد اینا رو با هم مچ کنه اتفاقا طرف مقابل شما نقدی رو زده بوده. اینجا زمانی که نزده باشید و طرف مقابل زده باشه، خب طبیعتا شما رو این موضوع دچار مشکل خواهد کرد و بالعکسش هم البته متاسفانه ما دیدیم که وجود داشته. و یه مواردی هم هست که طرف مقابل شما اصلا این موضوع رو نمیزنه، یعنی نه وارد تسویه نقدی میشود نه وارد تسویه فیزیکی میشود. در انتهای این اتفاق زمانی که این موضوع میفته، خود بورس میاد از وجه تضمین طرف مقابل برمیداره به صورت نقدی با شما تسویه میکنه. خیلی سوال خوب بود، ممنون آقای سیامک. آقای جوان هم سوالی پرسن، یه مقدار باید تکمیل تر شه. آقای جوان تکمیل تر شه، من حالا مورد خاصی ندارم ولی فعلا تکمیل نیست، باید حالا انشالله یه سری موارد دیگه هم اضافه بشه که انشالله بتونیم در خدمتتون باشیم. شما کلا زمانی که میخواید اعمال رو انجام بدید آقای علیزاده، از لحظه ای که نماد رو میخرید در کارگزاری مفید امکان زدن تسویه نقدی رو دارید، اما تسویه فیزیکی فقط و فقط در روز اعمال و ساعت 12:30 تا 3 روز اعمال این امکان رو دارید که عرض به حضور شما بزنید درخواست رو. و توی بحث اعمال علیرغم اینکه گفتیم که همه این اتفاقات حق با خریداره، تو قضیه اعمال حق با فروشنده است، یعنی فروشنده هر کدوم رو تایید کنه طرف مقابل شما که میخواد انجام بده به همون شکل. و چون شما نمیدونید فروشنده طرف مقابل شما کدوم روش رو میخواد تایید کنه، برای همین همیشه پیشنهاد میکنیم که هر دو نوع در واقع حالا تسویه رو شما حتما بزنید. خب بحث نکات محاسباتی رو خدمتتون ما گفتیم و بحث کارمزد رو هم دیگه بررسی کردیم، نقطه سر به سر رو خدمتتون گفتیم. گفتیم منظورمون این هستش که در واقع حالا اختیاری که ما می‌خوایم بخریم قیمت سر به سرش برای ما چقدر هست و اصطلاحا از چه قیمتی اگر رو پایین‌تر بخریم در سوده و زیانه و الی نهایه. یه بحث اقدامات شرکتی رو داریم، مد نظر داشته باشید به صورت ثابت اندازه قرارداد در بازار ما برای سهام 1000 سهمه، یعنی شما یه دونه قرارداد وقتی که میخرید در سر رسید اجازه این رو به شما میدن که عرض بزرگ شما 1000 تا نماد حالا سهم پایه رو اصطلاحا روش بتونید معامله کنید. اگر دیدید که شما اون تعداد تغییر پیدا کرده، رفتید روی سهم وایستادیم، دیدیم که نه این میزان متفاوته، من اینجا هم دوباره شیر کنم با شما تصویر رو چون کوتاه هستش رو همین من توضیح خدمتتون میدم. اگر اومدید اینجا دیدید که اندازه قرارداد متفاوته، یعنی 1000 تا نیست، بدونید که احتمالا یک افزایش سرمایه رخ داده و به میزان افزایش سرمایه اندازه قرارداد رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده. از طرف دیگه بحث دیگه که ما داریم، اگر تقسیم سود هم اتفاق بیفته موجب تعدیل قیمت اعمالی که ما داریم میشه، یعنی اگر قیمت اعمالمون یه چیزیه که معمولا خیلی روند نیست برای ما، این رو هم اینجا میتونیم ازش در واقع سنس بگیریم که یه همچین اتفاقی براش رخ داد. با ضرر پوشش ریسک فعلا کار نداریم، در جلسه جداگانه خدمتتون توضیح داده خواهد شد. بسیار جلسه جذابی هست جلسه تابلو خوانیمون، حتما جلسه تابلو خوانی رو پیشنهاد میکنم شرکت بفرمایید. و روی استراتژی های نیکت مجدد بحث کردیم که اومدیم با هم دیگه گفتیم لانگ کال منظورمون خرید اختیار خرید بود و عرض به حضور شما بحث بعدی که داشتیم فروش اختیار خرید رو داشتیم که در حقیقت همون شورت کال بود. و توی ساید فروش که هم اومدیم صحبت کردیم، گفتیم کلن پوت آپشن هر جا که لغت پوت رو دیدید بدونید منظورمون قرارداد اختیار فروش هست، لانگ پوت منظورمون خرید اختیار فروش و شورت پوت منظورمون در واقع فروش اختیار فروش هستش که با هم دیگه چک میکنیم. یه سری نکات هم داشت که با هم دیگه بررسی کردیم، گفتیم توی لانگ کال ها همیشه اختیار خریدی رو عرض بزرگ شما میایم میخریم و نکاتی که داره ریسک بسیار محدودی داره، بازدهی نامحدود داره، رشد چندین برابری نسبت به دارایی پایه داره. گفتیم این اصلا ویژگی بلا منازع و تک اختیار هاست. زمانی که شما یک در واقع اختیار رو میگیرید قطعا میزان رشدی که خواهید داشت نسبت به سهاماتی بسیار بالاتر خواهد، پس جذابیت های خاص خودش رو واقعا اختیار معامله داره. اما تو بحث فروش اختیار خرید ها که سمت مقابل ما بودن، هم بازدهی محدودی داشتیم هم ریسک نامحدودی داشتیم و اون بازدهی هم که داشتیم محدود به چه چیزی بود دوستان؟ محدود به پرمیوم بود. خب
این از این موضوع و بحث خرید هم که داریم دیگه، خرید اختیار فروش که دقیقا همون جایی که ما خدمتتون عرض کردیم که تصور بفرمایید یه مثال رو خساپا زدیم، گفتیم لانگ پوت اصطلاحا هم بهش میگن، ریسک محدود داره، بازدهی نامحدود داره و کسب سود از ریزش بازار، یعنی زمانی که ریزش اتفاق میفته تو بازار شما میتونید بری قراردادت رو اعمال کنی و ازش سود بگیری. بازدهی نامحدود و نامشخص داره و چون شما نمیدونید که چقدر قرار بازار بریزه، الان شده 800 تومان، امکان داره بشه 700 تومان، امکان داره بشه 600 تومان و هر چقدر که بریزه شما 1200 تومانی که رو مثال ما بود رو شما دیگه به قول برای خودتون سیف کردید و خیلی راحت میتونید کار رو پیش ببرید. و بحث بعدی هم که داریم مخصوص بازار نزولی هم هست، فروش اختیار فروش ها به چه شکلیه که تو همون در واقع حالت دوم که خدمت درس کردیم، طرف مقابل ما میگه یک اختیار فروش رو به ما میفروشه که حالا امکان کسب سود از رشد بازار رو داره و ریسک نامحدود و بازدهی محدود معمولا داره و از بزرگ شما مخصوص بازار سعودی هم هست، البته این مدل استراتژی نیکد و حالا غیر ترکیبی. این هم از این مورد. پس ما خدمتون استراتژی های نیکد رو به صورت کامل توضیح دادیم و گفتیم که حالا چه اتفاقاتی روش میفته. اگر اینجا سوال نکته هست لطفا بفرمایید، اگر نه بریم ببینیم نمودار هم ما این موارد رو با هم دیگه ببینیم. بسیار خب، فکر میکنم که نکته نیست، میتونیم بریم با هم دیگه روی نمودار همون بحث کنیم. من تصویر رو تا چند لحظه دیگه با شما شیر خواهم کرد. خب صفحه بندر دارین؟ مورد اولی که ما داشتیم خرید در واقع عرض به حضور شما یک اختیار خرید. حالا ما به طور مثال یک اختیار خرید رو آوردیم و توضیح دادیم اینجا که اگه توجه بفرمایید الان یه نماد دیگه ای رو اگه ما بتونیم بیاریم بهتر به نظرم که یه مقدار تو زردتر هم باشه و بتونیم بهتر تشخیصش بدیم. زخوت ببینید، مثلا اینجا اگه توجه بفرمایید یه فاصله ای هست که این فاصله که تا صفر داره دقیقا مبلغی هست که پرداخته میشه. این نمودار چی رو به ما دوستان نشون میده؟ این نمودار به ما نشون میده که لحظه ای که ما اختیار رو میخریم در کجا در ضرر این و کجا وارد سود میشیم. خب طبیعتا زمانی که ما اختیار رو در لحظه میخریم یک قیمتی داره، مثلا قیمت اختیار زفود 0.20 18 ریال. اگه توجه کنی من لحظه ای که میام این اختیار رو میخرم دوستان چقدر توی ضررم و چقدر ضرر کردم؟ 18 ریال توی ضررم، که اینجا دقیقا داره همین موضوع رو به من نشون میده. یه قیمتی هست به عنوان قیمت سر به سر که میگه این لحظه ای که از این قیمت سر به سر بگذره من دیگه توی ضرر نیستم. اصطلاحا هر چقدر قیمت سهام یا حالا اون نمادی که ما داریم نماد پایه از 280 تومان بره بالاتر، یاد بشه مثلا 290 تومن، 3000 ریال، 3200 ریال، میبینید که داره سوده افزایش پیدا میکنه. دقیقا همین مفهومی هستش که ما خدمتون توضیح دادیم و یکی از استراتژی های نیکدی بود که خرید اختیار خرید بود. مورد بعدی که ما داریم بحث فروش اختیار خرید ها هست. خب شما تو بحث فروش اختیار خریدها اتفاقی که میفته، اولی که میاید قرارداد شروع میکنید، دوستان توی چرخه گفتیم اول که ما میایم قرارداد میبندیم در سمت فروشنده، در ازای ریسکی که دریافت میکنیم چه چیزی رو دریافت میگیریم، چه چیزی رو میگیریم، اینو لطفا همراهی میکنید با ما. کاملا درسته، البته هنوز نگفتید ولی کاملا درسته. متشکرم، مرسی آقای سیامک های شعبانی جوادی، متشکرم. پرمیوم و این پرمیوم رو من اینجا میام میگیرم، حالا به اندازه 18 ریال بوده، پس من از نموداری که دارم ببینید 18 ریال اصطلاحا تو مثبتم. میگه چه زمانی من ضرر من شروع میشه؟ ببینید سود من محدوده، پس نمودار من در بالا متاسفانه از لحظه که 18 ریال میگیرم
هست و به صورت ثابته و محدوده. میگه چه زمانی حالا من وارد ضرر میشم، گفتیم ضرری که میخوایم بکنیم نامحدوده، میگه از لحظه ای که قیمت من از اون قیمت سر به سر بره بالاتر، میگه یعنی در واقع 28-18 رو اگر در نظر بگیریم قیمت سر به سر، اگه قیمت از اون افزایش پیدا کنه و به سمت بالاتر برود، اینجا دیگه من اصطلاحا میرم صفر میشم و بعدش هم میرم توی ضرر، و ضرری هم که من دارم نامحدود هست، که همون بحثی است که رو فروشنده خدمتتون گفتیم که ضرر فروشنده به صورت نامحدود هست. این از این موضوع. و حالا من یک بحث اختیار فروش رو هم خدمت شما بگیم. البته اختیار فروش ها متاسفانه خیلی اوضاع نابسامانی در بازار ما دارن. ببینید هرچی رو من بکشم، چون اکثرا هم نزدیک اعمالشون هستن، خیلی اوضاعشون نامناسب متاسفانه. هنوز اون جون لازم رو واقعا نگرفتن اختیارهای فروش، ولی مثلا من اگر بخوام اینو بگیرم احتمال داره که خب اینم اصلا نداشه. بذارید یه اختیار سوسو رو هم چک کنیم. سوسو منظورمون دقیقا آن اختیاری هست که نزدیک به قیمته باشه دیگه. حالا بذارید تخوت بگیریم، به نظرم بهتر. تخوت مثلا 1900 تومان 2400 تومان، بذارید یه تخوت ببینیم اگه بتونیم پیدا کنیم خیلی خوبه. خب ببینید الان مثلا این تخودی که سوسوه باز داره تقریبا تا یه حالا حدی معامله میشه. این مثلا دیگه شاهکار اختیار فروش ها این بوده که مثلا حالا یه مقداری داره روش معامله اتفاق میفته. تخود 0.18 رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب اگه بخوام خرید ارز به حضور شما یک اختیار فروش رو انجام بدم، توجه میکنید که در سمت خرید اختیار فروش، خب ما گفتیم کلا خریدار ضرری که میتونه بکنه محدوده. به خاطر همین همه خریدایی که من دارم اینجا میذارم، میبینید دوستان فقط محدوده و محدود به چه میزانیه؟ پرمیومی که پرداخت کردیم. دقیقا پرمیوم سر تابلو الان چقدر؟ 50 ریاله. اوکی، اینجا همون 50 ریال رو به عنوان ضرر در نظر میگیریم. از کجا میاد میره و وارد سود میشه؟ از لحظه ای که از قیمت اعمال خودش میگذره، یعنی 24.50 قیمت بیشتر میشه، میره شروع میکنه به اینکه بیشتر بشود، و زمانی که میره برای بیشتر شدن، این بحث سود نامحدودی که گفتیم اینجا ایجاد میشه و به سمت بالا حرکت میکنه. پس این هم باز مفهومی هست که ما روی خرید داریم. و فروش احتمالا الان نمودارش باید چجوری باشه؟ دقیقا باید برعکس این باشه. چرا؟ چون بحث فروش که ما خدمتتون گفتیم، گفتیم سود ما محدوده. اگه توجه کنید سوده یه روند ثابتی داره و وقتی میرسه به قیمت سر به سر، ضرر نامحدود به سمت بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. این هم پس به بحث استراتژی های نیکد. سوال نکته اینجا هست؟ دوازده پونزه بله خیلی خوب بود. آیدی هم گفتن که به عنوان مثال طرف خرید اختیار خرید فروش اختیار فروش هست، یه وابی باید میذاشتید بینش. اگه دقیق وابتون رو بذارید من در خدمتون هستم که منظورتون متوجه بشم. طرف خرید اختیار خرید فروش اختیار فروش، و فکر میکنم باید وسطش بذارید. باز اگه درست متوجه شدم لطف بفرمید که بفرمید که در خدمتون بشیم. من آقای غلامرضا داشتم همه موارد رو میگفتم. چرا؟ میتونستیم نوعش رو هم اختیار فروش انتخاب کنیم، کاملا درسته. صندوق های درآمد ثابت که خیلی خیر، اما سایر صندوق ها بعد فکر میکنم سوالی هم قلم ننداختیم. خیلی خب دوستان، برای اینکه فرصت کلاس رو هم دست ندیم، بریم استراتژی کاور کال رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. اول بحث و حیث تئوریش رو پیش میبریم و بعد همین قضیه رو میبریم روی تابلو با هم دیگه پیش میریم. خب برمیگردیم به فایلمون. خب استراتژی که میخوام خدمتتون با هم دیگه بررسی کنیم استراتژی کاور کال هست. یکی از به جرئت میشه گفت جذاب ترین استراتژی هایی هست که در بازار ایران میتونیم ازش کمک بگیریم و قابل استفاده هستش و میشه هم خیلی خوب و درجه یک ازش استفاده کرد و سودهای بسیار خوبی هم داره. و یکی از خوبی های دیگه هم که داره این هستش که ما در استراتژی های کاور کال، در استراتژی عملا کاور کال،
بحثی که داریم اینه که میتونیم یک سود حالا مشخص شده ای رو یک جورایی برای خودمون در نظر بگیریم و حالا یک جورایی سیف کنیم. دوستان پرسیدن کلاس تکرار میشه؟ بله کلاس هم تکرار خواهد شد. این کلاس و کلاس از روز شما تابلو خوانی رو حتما سعی میکنیم که در موارد آینده حالا در کلاس آینده تکرار کنم، اما کلاس های استراتژی تغییر میکنن. یعنی یک بار یا دو بار سعی میکنیم یه سری استراتژی های خاص رو توی کلاس های ادوانس و پیشرفتمون بگیم، سعی میکنیم استراتژی ها رو تغییر بدیم و استراتژی های جدید خدمتتون بیاریم. آی جوان ان شاء الله برنامه ها رو حتما چک بفرمایید. آی جوان روی سایت. خب عرض به حضور شما، بردی که رو استراتژی کاور کال داریم، ما کلیت این هستش که دارایی پایه رو میخریم و اختیار خرید اون رو میفروشیم. حالا این مفهوم اصلا یعنی چی؟ من بهترین حالتش فکر میکنم این هستش که روی نرم افزار پینت خدمتتون این مورد رو توضیح بدم. صفحه بنده رو دارین؟ من کلا اینو میبندم و فکر میکنم که روی تابلو و پینت جلو اگه بریم خیلی بهتر میتونیم این رو با هم درک کنیم. خب این استراتژی به من میگوید که من اگر میخواهم کاری که داریم با قرارداد اختیار خرید هستش، چی میاد به من میگه؟ میگه شما بیا برو یک نماد پایه رو بخر. درست؟ مثلا من میام میرم یک نماد پایه رو، من برای اینکه باز راحت تر بتونیم مثالا رو پیش ببریم، میام روی حالا این نمودار یا حالا این پینت که داریم میسیم، فکر کنید یه نمادی دارم مثل خساقا، خط بد بنده رو ببخشید، خساپا. فکر کنید بچه الان توی بازار این داره معامله میشه 1000 تومان، درسته؟ این هستی. خب من میام میرم اینو چیکار میکنم؟ نماد پایه هم بود دیگه، من میام میرم اینو توی بازار میخرم. یعنی چی؟ خرید انجام میدم. پس من اینو الان خریدم، درسته؟ خساپا رو با چه قیمتی خریدم؟ 1000 تومان. این یک کاری که انجام میدم. دو، میام میرم یک اختیار خرید خساپا رو این سری میام میرم چیکار میکنم؟ میفروشم. اما چه اختیار خریدیشو میام میرم بفروشم؟ اختیار خرید 1200 تومنشو. ببین نکته‌ای که وجود داره توی معاملات، خیلی این قیمته بچه‌ها با هم دیگه نباید تفاوت داشته باشه، چون خیلی تفاوت داشته باشه خب کسی اگه منطقی نباشه خیلی عرض به حضور شما پول رو هر راه مفت نیورده که بخواد بیاد با ما وارد حالا عرض به حضور شما بحث معاملات بشه. پس حتما باید قیمتی که میخوایم روی این استراتژی بگیریم به شدت منطقی باشه. حواسمون رو پس به این موضوع حتما باید جمع کنیم. من میام میرم نماد پایه رو میخرم 1000 ریال، اختیار خرید اون رو میام میرم میفروشم 1200 ریال. احتمالا اینجا من میام یه پرمیومی هم قبول دارید دریافت میکنم، یه پرمیومی هم اینجا من میام میرم دریافت میکنم. دو تا سناریو اینجا برای من پیش میاد. من اینجا رو ببندم، این اتفاق اولی که ما داشتیم. دو تا سناریو برای من پیش میاد. یک، سناریوی اولی که من دارم اینه که قیمتی که من در بازار دارم بیاد و مثلا قیمت نماد پایه بیاد بشه چه؟ بیاد بشه قیمت نماد پایه مثلا بیاد بشه 1400 تومن. یه هویی افزش قیمت پیدا کنه تا انتهای سررسید بیاد بشه 1400. آیا زمانی که بیاد بره بشه 1400 تومن، طرف مقابل شما منطقی هست بیاد قرارداد اختیار خرید رو با شما اعمال کنه 1200 تومن؟ بله 100% منطقیه، میاد با شما اعمال میکنه و 1200 تومن از شما قرارداد رو میخره. یعنی عملا حالا اون اعمال رو اصطلاحا انجام میده و نماد رو از شما میخره. خب ایشون اگه بیاد از شما قرارداد رو بخره، یک سوال، شما نماد پایه رو چند خریده بودین؟ 1000 تومن. قراره به ایشون 1200 تومن بفروشید، درسته؟ قرار بود ما ضرر کنیم، ولی چون 1000 تومن خریده بودیم نه تنها ضرر نکردیم بلکه 200 تومن اینجا ما سود کردیم و علاوه یه پرمیوم اومدیم قرارداد رو بهش بفروشیم، هم یه پرمیومی از این بنده خدا فروشنده گرفته بودیم دیگه. پس 200 تومن اینجا سود کردم بله به پرمیوم. هر سوالی تا اینجا هست بفرمایید. این اصلی ترین بخش این استراتژی بود.
خب استاد جذبات و چشم، سوال دوستان فقط اگه الان در خصوص کاور کال دارید خیلی ممنون میشم، اینا رو بفرمایید سر موارد حالا دوستان چک میکنم. خب ببینید، ما اگر استراتژی نمی گرفتیم و استراتژی نداشتیم و این کار انجام نمیدادیم، یعنی اگر قبلش نمی اومدیم عرض به حضور شما بیایم نماد و پایه رو بگیریم 1000 تومن، این کار رو اگر انجام نمیدادیم، اصطلاحا استراتژی اگه نمی اومدیم بگیریم، اگر فقط نیکد بود کاری که ما میخواستیم انجام بدیم، می اومدیم چیکار میکردیم؟ یعنی اومده بودیم یک اختیار خریدی رو فروخته بودیم و ما گفتیم اگر در زمانی که میخوایم بیایم فروشنده بشیم و یک اختیار خرید بفروشیم، اگر فروشنده طرف مقابل ما نیاد اعمال کنه فقط ما سود میکنیم، وقتی بیاد اعمال کنه ما عملا ضرر میکنیم دیگه، باید بیایم بریم تو بازار با هر قیمتی که بوده، که قیمتی که تو بازار بوده چقدر بوده؟ مگه 1400 تومان تو بازار نبود؟ پس من باید ببرم تو بازار بخرم 1400 تومان که به این بنده خدا بیام بفروشم 1200 تومان، پس قطعا من اینجا دارم ضرر میکنم بابت اینه. یعنی اگر وارد این قضیه رو وارد استراتژی نمی کردیم و با قیمت پایین تر نگرفته بودیم، قطعا ضرر میکردیم ما. بله یه بار دیگه میگم این مورد رو. دوستان خیلی استراتژی جذابی هست و جز معدود استراتژی هایی هست که قابل استفاده هست در بازار ایران. من یه بار دیگه کلا این مواردی که اینجا داریم رو پاش میکنم و دوباره کاور کال خدمتتون توضیح میدم، لطفا با من همراه باشید و هر بخشش هم موردی هست بفرمایید که من بپرسم. فقط یه سوالا رو نگاه کنم که نکاتی که گفتید رو هم بتونم تو نفت سری دوم بگم. خب ببینید دوستان، ما گفتیم که شما تصور کنید که اینجا یک شخصی هستید که میخواید از طریق استراتژی کاور کال سود کنید. امروز در بازار من میام میبینم که یک نماد پایه‌ای مثل خساپا، یه بار دیگه من میام توضیح بدم اینو خدمتتون، اینم درست ترش کنیم، یک نمادی مثل خساپا که نماد پایه هم هست، اتفاقا دست بر قضا ببخشید این مقدار بد شد، خساپا که یک نماد اتفاقا پایه ای هم دست در بازار، الان در بازار چقدر فکر کنید؟ 1000 تومان. خب شما به عنوان یک نماد پایه میاد میرید این رو میخرید، مثلا میاد میره به اندازه یه دونه قرارداد از این خرید انجام میدید. یه دونه قرارداد ما چقدر بود؟ ما همه رو روی یه دونه مثال میزنیم که قابل درک تر برامون بشه. یه دونه قرارداد ازش میخرم یا اصطلاحا میرم 1000 تا نماد حساب ها میگیرم، چون اندازه قرارداد یه دونمون 1000 تا بود، پس من میرم 1000 تا دونه حساب ها رو میگیرم با قیمت 1000 تومن میذارم توی پورتفوی. تا اینجا همه قبول دارید که من الان رفتم 1000 تا حساب ها گرفتم رو پورتفوی هم گذاشتم با قیمت 1000 تومن، کسی تو این شکی داره؟ خدا خیرتون بده، بی زحمت با من بیاید جلو. پس من از این مطمئنم که 1000 تا دونه سهم خساپا دارم تو پورتفوی آن گذاشتم 1000 تا. میام میرم اون طرف چیکار میکنم؟ اختیار فروش خساپا رو خساپا ببخشید یه مقدارم بد شد، از این طرف اختیار فروش خساپا رو من میام خب آقا مگه من نفروخت، من اینو مگه نیومده بودم 1000 تومن خریده بودم؟ خب من میخوام یه کاری کنم با اختیار فروش که بتونم سود ازش بگیرم، پس میام فکر میکنم میگم اگر من بتونم یه اختیار فروشی با قیمت 1200 تومن رو بفروشم، یعنی به طرف مقابلم این اجازه رو بدم که از من یه سهمو در واقع بیاد بخره و 1200 تومن بابتش پول بده، اینجا طبیعتا برای من این موضوع خیلی میتونه جذاب باشه. من اومدم خریدم 1000 تومان، میام اختیار فروشش رو میفروشم که میام میفروشم 1000 رو، اختیار فروش 1200 تومانش رو میام تو بازار میفروشم، پس این اختیار اسخای میکنم خریدش رو، اختیار خریدش رو میام میفروشم به یه طرف مقابلی و ازش یه پرمیومی میگیرم. تا همینجا هر جاش ناواضح بود بگید لطفا.
تایپ هم اگه میخواید میکنیم، مشکل نداره. اگه موافقن همه رو تایپ کنیم براتون تایپ میکنم، مشکلی نداره. پس تا اینجا مشکلی نبود؟ بله مشکلی نداره. چشم من مجدد خدمتتون توضیح میدم. ما اومدیم گفتیم که یه دونه نماد پایه خسابا داشتیم، رفتیم در واقع حالا در بازار این رو خریدیم 1000 تومان و اومدیم گذاشتیم تو پورتفوی بود. من الان تو پورتفوی سپرده گذاری خودم 1000 تا نماد خسابا دارم که هر کدوم 1000 تا قیمتش، یعنی با قیمت 1000 تومان برای من تموم شدش 1000 تومان، کاری به بقیه‌اش ندارم. میرم توی بازار اختیار خرید 1200 تومان، مگه 1000 تومان نخریده بودم؟ اختیار خرید 1200 تومانش رو میفروشم تو بازار. وقتی میرم میفروشم تو بازار، یه پرمیوم اینجا گیره بنده میاد دیگه، من میام یه پرمیوم اینجا میگیرم. خب ولی در عوضش متعهد میشم که مثلا در تاریخ سررسید به یه نفری که خواستش بیاد به من 1200 تومان پول بده، من بهش نماد پایه اختیار بدم، در صورت که من قبلا اختیار رفتم 1000 تومان خریدم. پس اگه بخواد بیاد با من اعمال کنه، من اختیاری که رفتم خریده بودم 1000 تومن و میام به ایشون میپوشم 1200 تومن و 200 تومن هم اینجا اتفاقا سود میکنم. خب من چه گفتم پرمیوم این چی؟ پرمیوم اتدای جلسه قدام توضیح دادیم، همون هزینه ای هست که بابت عرض بزرگ شما پذیرش قرار داد حالا پرداخت. سوالی نکته تا اینجا اگر بود بفرمایید. خب موردی که الان خدمت شما گفتیم یا بحث کارکال، یکی از پر استفاده ترین قراردادهای عرض به حضور شما اختیار معامله است. من اگه بخوام برای نمودارهای خودمونم که الان بالاتر نشون داده بودم اینجا بخوام مورد خدمتتون نشون بدم، اول باید مدلش رو توی بازار ببینیم. مثلا فکر کنید که من یک زخودی رو میخوام. حالا اوضاع زخودام خیلی امروز خراب شد، ولی خب بریم با هم دیگه چکش کنیم. ببینید قیمت اعمال 2400 تومانه تقریبا و مثلا من میام چیکار میکنم؟ من الان اگه بخوام همین الان اگه دوستان بخوام رو خودرو کاور کال بگیرم باید چیکار کنم؟ همین الان اگه بخوام رو خودرو من کاور کال بگیرم، باید بیام برم توی بازار بخرم نماد پایه خودم رو 2436 تومان، قبول دارین؟ پس من میام میرم خودرو رو میخرم، این دارایی پایه است، میرم میخرم، درسته؟ 2436 تومان. از اون طرف یه اختیارم قرار شد بیام بفروشم دیگه، میرم یه اختیار رو هم میفروشم. اختیاری که میام میفروشم چه اختیاریه؟ مثلا همین اختیار 0120 رو. چرا میرم اینو میفروشم؟ ببینید الان قیمت 2400 تومان، یه اختیار بالاتر شد. معمولا گفتیم برای اینکه بهتر سود کنیم سعی میکنیم یکی از اختیارهایی که خیلی نزدیک باشه به قیمت تابلو. قیمت تابلوی سهام پایه چقدره؟ 2436 تومان. نزدیکترین اختیاری که من پیدا میکنم رو بریم ببینیم تو زخودا به 2400 تومان چقدره. ببین 2600 تومان به نظر من نزدیکتر از 2800 تومان دیگه. خب این بازی مقدار بهتر، حالا سرسلیش نزدیکتره ولی خب به نظر من بهتر. همین کپی میکنیم میبریم اینجا زخود 0.19 0.19. خب الان اینجا چه اتفاقی دوستان رخ میده؟ اتفاقی که رخ میده این هستش، من اومدم یه دونه خرید دارایی پایه رو انجام دادم و عرض به حضور شما خرید دارایی پایه که اومدم انجام دادم، اومد یک بحثی رو برای من رقم زد و حالا اومدیم گفتیم یه دونه، البته اینجا هم میخوایم بیایم تعداد رو بزنیم میزنیم 1000 تا که حالا تعداد عملا تعداد صحیح تری باشه دیگه. الان ببینید نمودار من حالا الان درست شد. وقتی که من بیام 1000 تا نماد پایه رو بیام بگیرم با قیمت 2346 تومان، حالا یه وجه تضمین داره که رو فروشه پرداخت میکنم، یه زخودم یه قرارداد اختیار خرید هم بیام بگیرم با قیمت اعمال 44 تومان، چه اتفاقی رخ میده؟ عملا الان قیمتی که من دارم روی نماد پایمون 2436 تومان. 2436 تومان کجا میشه؟ تقریبا میشه این ناحیه ها، درسته؟ این میگه از همین لحظه که الان من دارم معامله میکنم هر چقدر به سمت بالا برود من کاملا در سودم و هر چقدر به سمت پایین بیاد من در ضررم. این با قسمتی که به سمت بالا میره رو اومدیم کامل با هم دیگه بررسی کردیم و با هم دیگه چک کردیم که چه اتفاقی میفته. یعنی روی نمودارمون اومدیم گفتیم که اگر بره بالا قراره که من بیام 1000 تایی که داشتم رو بیام برم 1200 تومان بدهم. این روی حالت تئوریش بود، الان رو تابلو هم خدمت شما کامل من توضیح دادم دیگه.
الان قرار بیام من برم 1200 تومن یه نفر قرار به من پول بده که من بیام بهش نماد بدم، اشکال نداره. من نمادی که 1000 تومن خریده بودم رو بهش تحویل میدم و 200 تومن سر این قضیه سود میکنم. این حالتی بود که مثلا در بازار بیاد نماده بشه چقدر؟ نماده بیاد بشه 1000 و به طور مثال 400 تومن. این از این بحث. یه حالت دیگه داریم، این حالتی بود که بازار قیمته چه اتفاقی بیفته، افزایش پیدا کنه. اما اگه قیمته کاهش پیدا کنه چه اتفاقی رخ میده؟ یعنی زمانی که قیمته بیاد پایین تر، خب زمانی که طبیعتا قیمته بیاد پایین تر مثلا بیاد بشه 1000 تومن، درسته؟ زمانی که قیمت من بیاد بشه 1000 تومن، زمانی که قیمت من مثلا بیاد بشه 1000 تومن، به نظر شما اگه تو بازار باشه 1000 تومن، طرف مقابل من اصلا میاد با من این قرارداد اعمال کنه؟ تو مثال امروز هم گفتیم دیگه، اگه تو بازار 1000 تومن باشه برای چی باید بیاد با من اعمال کنه 1200 تومن؟ قطعا تو بازار اگه باشه 1000 تومن میاد در بازار میخره 1000 تومن. تا اینجا همه با من موافقین؟ کاملا درسته. نمیاد انجام بده این کار دیگه، خیلی موضوع مشخصی هستش که نمیاد این کار انجام بده. فقط بحثی که وجود داره این هستش که خب به شما یه پرمیومی رسیده، زمانی که نیاد خب شما طبیعتا پرمیوم بردین و این پرمیومی که به ازای هر دونه نماد بردید برای شما بسیار جذاب خواهد بود. طبیعتا این میزانی رو هم که ما داریم الان، ما به ازای یه دونه قراردادش اومدیم گفتیم حالا 44 ریال، شما زمانی که میخواید بیاید پرمیوم دریافت کنید این قیمته عملا به ازای هر کدوم هر دونه نمادی که دارید 1000 در واقع 1000 تا میشه. یعنی اگه عدد درست شما خدمت شما بخوایم بگیم یه چیزی هول و هوش 370 تومن است که باز یه همچین نموداری رو برای شما مشخص میکنه. این است. پس توی حالات تئوریش رو گفتیم و بهتر نمودارهایی رو و حالا از بزرگ شما اختیارهایی بخریم که پرمیوم بالاتری دارن، یعنی با پرمیوم بالاتری بتونید بفروشید، سود شما هم در هر دو صورتش انشالله بیشتر خواهد بود. این از این موضوع. بریم بابت کاور پوت رو من توضیح بدم و برگردیم سر سوالات، و اگه نکته ای رو نیاز به توضیح و تکرار مجدد بفرمایید من در خدمتتون مجدد خواهم بود. خب اینم بحث کاور کال. خب کاور کالی خدمتتون توضیحش رو گفتیم که به چه شکله. معمولا برای بازارهایی که رنج سعودی نزولی هستن استفاده میشه، یعنی در هر سه مدل بازار استفاده میشه. ریسکی که داره ریسک معمولا نامحدودی است و بازدهی که داره بازدهی محدودی است، اما معمولا میتونیم مشخص کنیم، یعنی یه جورایی میشه گفتش که تا حدی تضمین شده هستش. کاور پوت یا مریت پوت هم بهش میگن. به چه شکل؟ اینجا به این شکل هستش که شما دارایی پایه‌ای که دارید رو میاد میفروشید، یعنی یه دارایی پایه رو مثلا دارید شما مثل خساپا، امروز تو بازار 1000 تومنه، میایید میفروشید در بازار 1000 تومن و در طرف مقابل اختیار فروش اون رو هم میایید میفروشید به قیمت پایین تر. یعنی چی؟ اگه من سهم خودم رو امروز آوردم فروختم 1000 تومن، یک اختیار فروش با قیمت 800 تومن میام اونجا منتشر میکنم یا اصطلاحا میفروشم و خیالم از این راحته که من قبلا به جای این قراردادی که الان قراره مثلا اعمال کنم بابتش پول بپردازم با قیمت بالاتری فروش رو انجام دادم، که باز اینجا هم تا حدی عرض به حضور شما میشه گفتش که تضمین میشه دیگه. حالا اصولی که من دارم و مشخص هست و تضمین میشه. اینم از این بابت. اینم کلیت کاور پوت است. به مراتب نسبت به کاور کال استفاده کمتری داره. مثل نکات هم بابت کاور کال هست که حالا اون بحث سر به سری هست. من نکته خیلی جذابی که وجود داره بحث این هستش که در کاور کال، حالا در کاروزری مفید هم ما این موضوع رو داریم، وثیقه انجام میشه. یعنی شما میتونید سهمتون رو وثیقه کنید و کاور کال انجام بدید. حتما لازم نیست وجه تضمین بگذارید. اگر سهم پایه رو داشته باشید و حالا با اون قیمت مورد نظرتون بگیرید، خیلی راحت میتونید بگید ما وثیقه کنیم و حالا شما استراتژی کاور کال رو عملا انجام بدهید. پس این هم خیلی نکته مهمی است. تو کاور پوت هم دقیقا همین نکته عکسش هست که الان اومدیم اینجا یک توضیحاتی رو هم دادیم که گفتیم آقا توی نمودار سود و زیانی که ما حالا روبرو داریم، اون قسمت خدچینی که ما داریم اینجا مشخص میکنیم در واقع همون پوزیشن لانگمونه با ترکیب موقعیت بلند. در واقع اومدیم ترکیب کردیم نتیجه رو خدمتون گفتیم که در این حال
حالا همون حرکت سوداوری سهم اگر حالا حرکت رو به بالای سهم باشه، بالای قیمت اعمال همچنین ادامه پیدا میکنه و میره جلو. نمودار سود و زیان هم که خب همون مریض بود پسش، نمودار سود و زیان بلند مدت کال خیلی شباهت داره. این اون چیزی هست که الان داخل سایت آپشن باز با هم دیگه چکش کردیم و بررسی داشتیم. خیلی خوب، یه پرسش و پاسخی داشته باشیم و اگر نکته‌ای بود بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر نه هم که میتونیم بعدش کلاس رو به اتمام برسونیم. من سوال دوستان پرسیدن. خب یکی از دوستان زمانش مهمه کی باشه؟ آقای وحید قرشی گفتن زمانش مهمه. فکر می‌کنم در احتمالاً توضیحاتی که رو کاور کال میدادیم سوال پرسیدن که زمان آیا مهم هست چه زمانی باشه. خب زمانه طبیعتاً شما زمانی که دارید این کار رو انجام میدید، زمانه رو باید حتما بهش توجه داشته باشید که تو چه تایمی این کار رو انجام میدید، که چقدر فاصله مونده تا سر رسید و فرصت دارید برای اینکه حالا بتونید قیمت رو پیش ببرید یا پیش بینی که میخواید بکنید، طبیعتا خیلی مهمه. باز اگر واضح‌تر سوالتون رو بپرسید من در خدمت هستم. یکی دیگه دوستان گفتن اگر همون 1400 بفروشیم که به نفع‌تره. ببینید ما اینجا اومدیم استراتژی رو خدمتتون توضیح بدیم دیگه، و عرض به حضور شما یه کار دیگه هم که میتونستیم انجام بدیم، بله میتونستیم مثلا بیایم بریم 1400 تومان خودمون تو بازار بفروشیم و بیایم تصفیه نقدی کنیم. بالاخره این قرارداد رو باید یه کاری می‌کردیم دیگه، و بیایم مثلا تصفیه نقدی کنیم که ما با تفاوت قرارداد رو بهشون بدیم. خیلی دو طرفش با هم تفاوتی نداره، ولی مهم استفاده از اون استراتژی است. آیا سیامک گفتن رابطه قیمت پایه با اعمال اختیار هنگام معامله باید چطور باشه؟ که عرض میکنم خدمتتون، حالا باید خاصی که طبیعتا وجود نداره، ولی خب با توجه به ضرایب مختلف در واقع پوشش ریسکی که ما داریم مثل ضرایب تتا، میتونه نسبت به اونها متغیر باشه و حالا امکان داره که بره بالا و بیاد پایین. ولی کلا رویه اینجوریه که هر چقدر ما نزدیک میشیم به تاریخ سررسی، معمولا اینجوریه که چون تکلیف اصطلاحا قراردادها مشخص میشه، یه سری از قراردادها که در سودن یه سری قیمت های خیلی فضایی بالایی پیدا میکنند و شما اصطلاحا به اون قیمت سر به سرشون میرسه روی تابلو که اگه معامله کنید نه سود میکنید نه زیان. اما بابت قراردادهای در زیان، هر روز که میگذره و نزدیک میشه به سررسی، معمولا قیمت کاهش پیدا میکنه. و عرض به حضور شما ما یه ضریبی هم تحت عنوان ضریب تتا داریم که این ضریب تتا به ما نشون میده که هر روزی که داره از عمر قرارداد میگذره و به اتمام میرسه، حالا عمر قرارداد در یک تاریخی، چقدر از ارزش همون پرمیومی که رو تابلو داره کم میکنه. دوست دیگری گفتن که رابطه گفتن تکمیل کردن سوالشون، گفتن رابطه قیمت پایه با اعمال اختیار هنگام معامله چگونه باید باشه. قیمت پایه، خب ببینید طبیعتاً نکته‌ای که وجود داره رابطه برعکس، یعنی بر اساس عرض به حضور شما قیمت نماد پایه است که اختیار رو مشخص میکنه به چه شکلی باید باشه دیگه، و قیمت پایه معمولا به این شکلی که روی هر سر رسیدی متفاوته نسبت به اینکه اون اختیاری که ما داریم میگیم نسبت به قیمت پایه بالاتر یا پایینتر، اصطلاحا ATM یا OTM، اون در واقع تأثیری که روش میذاره متفاوت داره، امکان داره بیشتر باشه، امکان داره کمتر باشه. ولی موردی اگر میخواید موردی رو بفرمایید با هم دیگه چک میکنیم، دوستان هم بهتر در جریانش قرار بگیرن. سوال های حبشی هم که جلوتر فکر میکنم جواب دادم. سوال دومتون گفتید که استاد مگه هر کسی میتونه رابتر باشه؟ متوجه نشدم، ببخشید این رو اگر لطفا مجدد بگید ممنون میشم. یکی از دوستان پرسیدن آیا اختیار روی همه نمادها هست؟ خیر، روی همه نمادها نیست، ولی نمادهای بسیار زیادی هستن که اختیار معامله روی آنها انجام میشه، و گفتیم خیلی اهمیت داره که شما بتونید چجوری اینها رو پیدا کنید و بحث معاملاتشون رو بتونید پیش ببرید. خیلی مهمه این موضوع و این که اصلا چه اختیاری باشه که بتونید شما وقتی میخرید عمق داشته باشه اون اختیار، بتونید بعدش بفروشید. اصلا کل سودی که ما به نوسانگیری بخوایم انجام بدیم رو همین قضیه است که عرض بزرگ
شما اون حالا بازار اون داشته باشه، بتونید شما خرید فروش کنید، یا هجی که اصلا میخواید شما انجام بدید بخرید، خدای نکرده یه جا بمونه دستتون، این هم خب طبیعتاً دچار مشکل میشه. آیا علی دقیقاً همین موضوع رو گفتم، بازاری که عمق نداره به چه کسی میخوایم بفروشیم؟ ما هم دقیقاً آقای علی همین رو گفتیم، توی استراتژی ها قیمت هایی که انتخاب میکنیم خیلی قیمت های مهمیه، باید قیمت هایی باشه که در اون در واقع از حضور شما حتما طرف مقابل باشه. توی کلاس تابلوخانی موضوع رو به کرات توضیح دادیم، حتما باید اختیارات رو انتخاب بفرمایید که در طرف مقابلتون نفر باشه که با شما معامله کنه. حجم معاملات رو اونجا به صورت مفصل اشاره کردیم، انشالله توی کلاس بعدی هم بحث تابلو رو حتما اشاره میکنیم. توی بازار نزولی های علاوه میتونید از اختیارات فروش استفاده کنید، یعنی اختیارات فروش مناسب رو شناسایی کنید اگر میبینید بازار میریزه، و بسیار سودهای عالی میده، خیلی نفراتی کم میان روش. اگر ولی شما بتونید بحث حالا پیشبینی درستی داشته باشید روی اختیار فروش، بسیار پرسود خواهد بود برای شما. آینه با باتی متوجه نشدم چه سودی رو بفرمید، اگر یه بار دیگه بفرمید برای تو محاسبه میکنم، مشکل نداره. بله متشکرم، آی مسودم درست گفتن. آیا قنوات پور گفتن آیا راهکار سریعتری مثل فیلتر داره؟ بله راهکار سریعتری مثل فیلتر داره، در کلاس تابلوخانی اختیار خدمتون مفصل توضیح دادیم و باز هم توضیح خواهیم داد در جلسات بعدی، یه بار دیگه حالت تکرار هست و خدمتون توضیح میدیم. آیا سیام اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا صندوق عرض بزرگ شما اهرم، یکی از در واقع صندوق هایی هستش که بسیار اختیارهای معامله مناسبی روش هست، ولی خب جلسه اول هم خدمتتون عرض کردیم حتما باید زمانی وارد صندوق ها بشید که به خصوص صندوق های اهرمی که اختیارشون منتشر شده که تجربه لازم رو داشته باشید. خب دست همگی درد نکنه، متشکرم ازتون، لطف کردین. یک سری از سوالات دوستان متاسفانه موند، ولی عرض به حضور شما که از همه تشکر میکنم، ممنونم. به شدت پیشنهاد میکنم که کلاس تابلوخانی را حتما شرکت کنید. بابت بحث فیلتر نویسی که میگید، از روی تابلوخانی ما سعی میکنیم نمادها رو پیدا کنیم، و عرض به حضور شما سایر دوستان هم تقریبا حلوش همین موارد بوده. مرسی، ممنون از همگی، امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین و همیشه پرسود باشین. به شدت پیشنهاد میکنم خدمتتون که حتما کلاس تابلوخانی بعدی رو هم شرکت بفرمایید و در خدمتتون خواهیم بود. پور فخیمی گفتن از خریدها هم مثال ببین چش، از این به بعد این مورد هم به کلاس اضافه میکنیم. دست شما درد نکنه، خسته نباشید و خدا نگهدارتون.